که به وعده های خدا نیستی، نگران فرزنده همسرت نباشی، نگران بیزنست نباشی، چون خداوند اون رو نیز در مقابل حمایت از تو قرار میده. بهش اعتماد کن، خواهش به صحبت های من ده. به کلام خدا اعتماد کن. در مزمور 37:27-28 باز نویسنده اعلام میکنه: از بدی بپرهیز و نیکویی را دنبال تا پایدار گردی، زیرا خداوند راستی را دوست دارد. ما چگونه میتونیم در راستی بایستیم؟ همون گونه که داریم یاد میگیریم، انسان آفریده شده تا بیاموزد. هر چقدر از کلام خدا میشنویم، هر چقدر در حضور خدا میبینیم، بهتر مایل خواهیم به اینکه در راستی زندگی کنیم. زیرا خداوند راستی را دوست میدارد و وفاداران خود را از یاد نمیبرد. او آنان را همیشه حمایت میکند، با خانواده باشه، با تمام موقعیتی که دارد. اما فرزندان شریران نابود خواهند شد، هرچند حفاظت میکنند خودشون، هرچند ثروتی دارن، قدرتی دارن، بادیگاردهایی دارن روی این زمین، اما نهایتا ماندنی نخواهند.